بعد از هفته ها بیخوابی و تب و لرز و تعرق از درد به خاطر در دسترس نبودن هیچ نوع ابزاری با سیم داخل ماسک و نمک و درد بی اندازه دندون خودم رو عصب کشی کردم. اینها صحبت های توماج صالحی هست و از شرایط خود در زندان خبر می دهد. با ما همراه باشید، در ادامه به این موضوع می پردازیم. قبل از ادامه اگر به ویدیوهای ما علاقه‌مند هستید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. توماج صالحی زاده 12 آذر 1369، خواننده رپ اعتراضی ایرانی و زندانی سیاسی محبوس در زندان دستگرد اصفهان است که برای آهنگ‌های اعتراضی خود در مورد مشکلات جامعه ایران و اعتراض به سیاست‌ها و سرکوب‌های حکومت جمهوری اسلامی شهرت دارد. او به علت ترانه‌های اعتراضیش دوبار بازداشت شده و در سلول انفرادی زیر شکنجه به سر می‌برد. ترانه‌های او در رسانه‌های اجتماعی مورد توجه رسانه‌های داخل و خارج از ایران قرار گرفتند. وی در سال 2023 جایزه هرتیک یا همان بدعت‌گذاری سازمان گلوبال میوزیک اواردز را به خاطر آهنگ فال در بخش موسیقی اعتراضی کنشگری دریافت کرد. پس از دستگیری او، امیر رئیسیان وکیل دادگستری خبر داد که وکالت او و روزا اعتماد انصاری برای دفاع از توماج مورد پذیرش قرار گرفته است. این وکیل دادگستری در توییتی نوشته است: وکالت من و همکارم روزا اعتماد انصاری در پرونده توماج صالحی پذیرفته شد. بخشی از پرونده توسط همکارم مطالعه شده است. در روزهای آتی کل پرونده مطالعه خواهد شد و با موکل ملاقات خواهیم کرد. توماج صالحی خواننده موسیقی رپ از 8 آبان سال 1401 در بازداشت به سر می‌برد. اسدالله جعفری رئیس دادگستری اصفهان اتهام‌های او را علاوه بر افساد فی‌الارض، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل و اداره دستجات غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و نشر اکاذیب و تشویق اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت‌آمیز اعلام کرده است. با توجه به این اتهامات، نهادهای حقوق بشری نام او را در فهرست کسانی اعلام کردند که در خطر اعدام قرار دارد. روزا اعتماد انصاری، یکی از وکلای توماج صالحی، در گفتگو با شبکه شرق با اشاره به اخبار منتشر شده درباره وضعیت سلامت این خواننده رپ بازداشتی در ایران اظهار کرد: من نمی‌دانم اخبار مربوط به وضعیت سلامت توماج صالحی از کجا مطرح می‌شود، اما آنچه بعضن گفته می شود مایه حیرت است. توماج صالحی از ساعت 2:10 ظهر 19 تیر ماه که رأی پرونده‌اش ابلاغ شد، از بند امنیتی به بند عمومی زندان منتقل شده و تا امروز هم وضعیت سلامت پایداری را در زندان داشته است. او با بیان اینکه یکی از موارد مربوط به سلامت توماج صالحی دندان درد او بود گفت: در حد فاصل برگزاری جلسه اول و دوم رسیدگی به پرونده توماج صالحی در دادگاه، او اعلام کرده بود که دندان درد بسیار شدیدی دارد که با پیگیری‌های صورت گرفته و با دستور رئیس دادگاه و پیگیری‌های مقامات زندان در فاصله 2 هفته‌ای برگزاری جلسات اول و دوم دادگاه او، دندان توماج صالحی توسط متخصص دندان پزشکی ویزیت شده و عصب‌کشی هم صورت گرفته است. خود توماج صالحی در جلسه دوم دادگاهش گفت که دندان درد او درمان شده است. این وکیل دادگستری با اشاره به آخرین وضعیت پای توماج صالحی تصریح کرد که در حال حاضر تنها موضوع مطرح درباره وضعیت سلامت توماج صالحی پیگیری وضعیت جراحی پای او است. در همین زمینه هم مکاتبات لازم با مقامات زندان و شعبه رسیدگی کننده به پرونده صورت گرفته است. متخصص ارتوپدی درباره وضعیت پای توماج اعلام کرده این پا برای بهبود نیازمند عمل جراحی است، اما این عمل اورژانسی نیست. تا اینجای کار هم ما ممانعتی را از طرف مقامات زندان یا دیگر نهادها برای درمان پای توماج صالحی شاهد نیستیم، بلکه مقامات زندان پیگیر انجام اقدامات لازم برای انجام عمل جراحی پای او هستند.
در ادامه اعتماد انصاری بیان می کند امروز هم ما و هم مقامات زندان به صورت جدی پیگیر طی تشریفات اداری لازم برای عمل جراحی پای توماج صالحی هستیم. این تشریفات اداری و قضایی هم برای طی شدن نیازمند اندکی صبوری است و با توجه به نظر متخصص ارتوپد مبنی بر اورژانسی نبودن عمل جراحی موضوعی درباره توماج وجود ندارد که جان و سلامت او را به خطر بیاندازد. این وکیل توماج صالحی با بیان اینکه توماج از روزی که در بند عمومی است تا به امروز چکاپ‌های پزشکیش به صورت مستمر در جریان بوده است. وی گفت او در زندان تمرین ورزشی خود را دارد. ملاقات هفتگی توماج صالحی با پدر و خانواده‌اش هم در زندان در جریان است. و از همان 19 تیر ماه تا به امروز 3 مرتبه هم با من به عنوان وکیل پرونده ملاقات داشته است و می توانم بگویم که توماج صالحی وضعیت عمومی مناسبی دارد. تماس های او نیز مستمراً برقرار است. همچنین توماج صالحی در زندان مطالعه خود را هم دارد و کتاب ها هم برای او ارسال می شود. اما افراسیاب رپر و یکی از دوستان توماج صالحی در واکنش به اظهارات اخیر وکیل این رپر زندانی درباره سلامتی او توضیحاتی داده است. افراسیاب در صفحه خود در ایکس نوشته است: توضیحات توماج در مورد اظهارات نادرست وکیلش روزا اعتماد انصاری در تماس تلفنی با من. من بعد از 6 ماه اعلام درد دندان، بعد از هفته ها بیخوابی و تب و لرز و تعرق از درد به خاطر در دسترس نبودن هیچ نوع ابزاری، با سیم ماسک و نمک و درد بیاندازه دندون خودم رو عصب کشی کردم و 3 روز بعد مسئولین لطف کردن، منتی بر سر ما گذاشتن و پزشکی برای پر کردن همان دندان آوردن. افراسیاب در ادامه نوشته است: به علاوه اینکه توماج گفت پایش درد می کند و هنوز کاری برایش نکردند. روزا اعتماد انصاری وکیل توماج صالحی جمعه 8 مهر ماه به شرق گفته بود: من نمی دانم اخبار مربوط به وضعیت سلامت توماج صالحی از کجا مطرح می شود، اما آنچه بعضا گفته می شود مایه حیرت است. تا اینجای کار هم ما ممانعتی از طرف مقامات زندان یا دیگر نهادها برای درمان پای توماج صالحی ندیدیم، بلکه مقامات زندان پیگیر انجام اقدامات لازم برای انجام عمل پای او نیز هستند. حال باید دید آیا وکیل توماج خانم اعتماد انصاری موکل خود را به مقامات جمهوری اسلامی فروخته است یا خیر، زیرا در این زمینه خانم وکیل حرفهایش برخلاف حرفهای توماج صالحی است. او از سلامت بودن توماج صحبت می کند، اما خود توماج وضعیت خود را وخیم گزارش می دهد. در آغاز خیزش انقلابی 1401 ایران، توماج صالحی در اوایل آبان 1401 تصویری از خود در اعتراضات خیابانی منتشر کرد. او همچنین در ترانه‌ای به نام فال در یک فنجان قهوه دید که همه مهره‌های ریز و همه سران دستگیر شدند. او در هنگام شرکت در اعتراضات نگران این بوده که در صورت دستگیری ممکن است بعضی معترضان ناامید و ناراحت شوند. او در ادامه گفته است: الان نیاز به قصه نداریم. اگر عزیزان من کشته شوند نباید گریه کنم، باید دنبال محاکمه باشم. او سپس به زندگی مخفیانه روی آورد و در این مدت با ضبط ویدیوهایی از ضرورت ایستادگی در برابر جمهوری اسلامی سخن می گفت. در مصاحبه‌ای با شبکه CBC تلویزیون گفته بود به آینده اعتراضات بسیار امیدوار است و ایمان دارد که تا 6 ماه دیگر انقلاب می شود. همچنین گفت موسیقی اعتراضی می تواند تحول بزرگی ایجاد کند و بسیار در جامعه مؤثر است. این موسیقی به جامعه امید می دهد و شجاعت را تزریق می کند، چون در جوامعی که مردم اینقدر تحت فشار حکومت هستند سرخورده و منفعل می شود. دوستان عزیز، ممنونین که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید. تا برنامه بعدی، خدا یار و نگهدارتون.